به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به سه رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. رئیس حزب عوام ملی در ایالات خیبر پختونخوا میگوید طالبان از همان اول پروژه آمریکایی ها بود و تا امروز غلام آمریکاست. ایمل ولی خان به یک کانال خصوصی گفته افغانستان آینده ندارد و تباه است. او گفت آمریکا برای طالبان دلار نقد میفرستد تا جهان متوجه حمایتش از طالبان نشود. او در گفتگو با سهیل اصغرخان در برنامه خانکاست به وضعیت افغانستان اشاره کرد و گفت این کشور آینده ندارد و تباه است. او عمران خان را امیر طالبان دانست و ادای طالبان مبنی بر شکست آمریکا را ادای مس خواند. ایمل ولی خان گفت که آمریکا طالبان را به خطر برد. امروهش گفتگو کرد و امروز نیز برای این دور دلار میفرستد. این که میگوید ما زنجیرهای غلامی را شکستیم، این طالب خودش غلام کیست؟ طالب تحت امریکیست. با طالب در قطر که گفتگو کرد؟ همین امروز تیاره های پر از دلاری را که برای اینها میفرستد، برای اینها پول نقد میفرستد، چون اگر از طریق بانک بفرستد تمام دنیا متوجه می شود. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل در پاسخ به سخنان ایمل ولی خان در تویتر نوشت که حزب عوام ملی با پول آمده کرزی در انتخابات خیبر پختونخوا پیدا شد و میلیون ها دلار از کرزی می گرفت. زدران نوشت که چون حالا به این حزب دلار نمی رسد، همه چیز را در افغانستان سیاه می بیند. عقب نشینی در اوج فشار ارتش. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان پس از دستگیری و خروج تعداد زیادی از رهبران حزب تحریک انصاف روز جمعه خواستار مذاکره فوری با مقامات دولت شد. خان در پخش زنده سخنانیش در یوتیوب گفت من میخواهم برای مذاکره درخواست کنم، زیرا آنچه در حال حاضر اتفاق میافتد راه حل نیست. خان سال گذشته و پس از برکناریش از پست نخست وزیری آمریکا را متهم به توطئه علیه حکومتش کرد. او اکنون میگوید که جنرال قمر باجوا رئیس قبلی ستاد ارتش پاکستان حکومت او را کنار زد و دزدان سابق را روی قدرت آورد. عمران خان تا حال هیچ نرمشی در برابر حکومت ائتلافی کنونی نشان نداده است. و در پایان، وزیر صحت پاکستان میگوید که نتایج آزمایش عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور نشان میدهد که در ادرار او آثار کوکائین و الکل وجود دارد. عبدالقادر پتیل گفت که گزارش طبی ثابت روانی عمران خان را زیر سوال میبرد و نشان میدهد که هیچ شکستگی در پا ندارد. عمران خان پارسال پس از یک حادثه تیراندازی شهر لاهور ادعا کرد که پای او شکست. از مقامات این کشور در زمان بازداشت عمران خان از او آزمایش گرفتند. وزیر صحت پاکستان روز جمعه در شهر کراچی در یک کنفرانس خبری گفت که نتایج آزمایش ادرار عمران خان به پلیس ارائه خواهد شد. او افزوده است که گروه از پزشکان به این نتیجه رسیدند که وضعیت روانی عمران خان مورد تردید قرار دارد و او از ثبات روانی برخوردار نیست. به گزارش رسانه های پاکستانی، عمران خان و شماری از سران حزب تحریک انصاف ممنوع الخروج شدند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.